هموطنان مهربان، سلام. وقت شما هموطنان گلم بخیر. امیدوار هستم که خوب و جور و صحتمند و سرحال باشین. با یک لبخند زیبا پای تلویزیونتان نشسته یا بیننده برنامه ویکتور آزمون باشین. دلتان دور از غم ها و غصه ها باشه و ایام به کامتان باشه. خیلی خوش آمدین به نیم ساعت از برنامه ویکتور آزمون، یک برنامه رقابتی که شما دوستان میتونید در این برنامه اشتراک کنین و با اشتراکتان در برنامه ویکتور آزمون برنده 30,000 افغانی شوین. برنامه ویکتور آزمون یک برنامه رقابتی و دوستانه هست که هر شب بین دو تیم صورت میگیرن و هر تیمی که برنده شون میرسن به مرحله نهایی برنامه ویکتور آزمون که پنجشنبه شب ها شما بیننده هستین و یک تیم برنده میشن و 30,000 افغانی را از آن خود میسازن. حالا هم آغاز میکنیم برنامه امشب خود را با تشویق های شما دوستان عزیز. میشه که تشویق داشته باشیم هر دو گروه را و همچنان یک تشکری خاص می داشته باشیم در آغاز برنامه از انرژی ویکتور. با نوشیدن انرژی ویکتور هر بازی را به پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی ویکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید. یک انرژی فوق العاده مزه‌دار. اگر دوست دارین در طول روز پر انرژی باشین و به کارهایتان بهتر رسیدگی کنین، میتونین که از انرژی ویکتور استفاده کنین که واقعا مزه‌دار هست. و حالا هم آغاز میکنیم برنامه ویکتور آزمون را با گروه رحمانی. سلام، وقتتان بخیر لبنای عزیز. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راست هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. یک سلام خدمت تقدیم میکنم بر شما مهدیه جان، تیم مقابل و حاضرین در تالار. لبنا رحمانی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه ویکتور آزمون و هر یک از اعضای تیمم مسکا رحمانی و ساره رحمانی خواهرایم. بسیار عالی، خیلی خوش آمدین. سه تا خواهرها امشب باز هم آمدن که رقابت کنن و تیم حریف خود را شکست بدن. لبنا، کدامتان بزرگتر هستین؟ مسکا جان بزرگتر از بدن مستم، بدن سارا جان. خب سارا جان دیگه خرد خان هستن. بسیار عالی. لبنا کی نام تا انتخاب کرده؟ پدر جانم و مادر جانم. و معنایش هم میفهمی؟ بله، نام یک گیاه هست. خب بسیار یک نام خاص هست، چون کم کسا هست که به نام لبنا باشه، من کم شنیدیم. مثل خودتان خاص هست نامتانم. تشویقشان کنین دوستان، بریم طرف تیم مقابلشان، تیم صمدی که سحر عزیز سر تیم هستن. سلام، وقتت بخیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما، تیم مقابل، حاضرین در تالار و کسانی که ما را از پشت پرده تلویزیون تماشا میکنند. سحر صمدی هستم، هر یک اعضای تیمم سوسن شمس کرشمه صمدی. سوسن جان با هم؟ سوسن جان دختر امین میشه و کرشمه جانم خواهرم. خب بسیار خب، دو تا خواهرها دیگه دختر عمر گرفته اومدین در برنامه. بله. انشالله موفق باشین. سلامت. خب سحر جان، میریم طرف مرحله اول برنامه. مرحله اول برنامه سوالات چهار گزینه ای هست. هر سوال ما 30 ثانیه فرصت داره و 20 امتیاز داره. درست. با هم یگان نقطه خاله میتونین توافق کنین خودت و کرشمه، چون خواهرها زیادتر بس که دیگه لج هم هستن. با هم اتفاق نظر دارین؟ بله بله. خب خیلی خوب است که دارین، چون باید در سوال اتفاق نظر داشته باشین. بریم طرف اولین سوال. احمد شاه بابا در اوایل سال 1749 میلادی به کجا سفر کرد؟ گزینه اول غزنی، گزینه دوم بلخ، گزینه سوم هرات و گزینه چهارم قندهار. حالا میتونین که با هم مشورت داشته باشین، 30 ثانیه هم فرصت دارین. قندهار. عجله نکنین، وقت زیاد هست، خوب دقت کنین. قندهار. مطمئن هستین؟ بله. شک ندارین بالای گزینه دیگری؟ نه خیر. در رابطه با احمد شاه بابا و سفرهایی که انجام دادن معلومات دارین؟ بله. خب اگر معلومات دارین و مطمئن هستین، پس گزینه را قفل میکنین. گزینه چهارم قندهار. قفل شوه؟ بله. 4 3 2 1. دوستان عزیز، من زیاد تاکید کردم که بیشتر دقت کنن و همچنان بیشتر مشورت کنن، اما بالای گزینه چهارم سحر، سوسن و کرشمه مطمئن بودن و انتخاب کردن. با هم میبینیم. متاسفانه جواب اشتباه هست و گزینه سوم هرات جواب درست بود، چون ما سال را دقیقا گفته بودیم که احمد شاه بابا در سال 1749 به کجا سفر کرده بودن و شما گزینه اشتباه را انتخاب کردید. خیلی باشه، هنوز فرصت زیاد هست، در سوال بعدی بیشتر دقت کنید. 30 ثانیه فرصت زیادی هست، ضرور نیست که شما در 5 ثانیه یا 4 ثانیه که از وقتتان میگذره پاسخ بدین. فقط همین 4 5 ثانیه که باز میمونه وقتتان و اتمام برسه، حتما بر ما پاسخ بدین که ما بتونیم جواب درست از شما بگیریم. درست است؟ بریم طرف سوال بعدی. بعد از وفات امیر محمد افضل خان کی به قدرت رسید؟ گزینه اول امیر شیرعلی خان، گزینه دوم شاه شجاع، گزینه سوم عبدالرحمن خان و گزینه چهارم سردار محمد اعظم خان.
حالا میتونین که با هم مشورت داشته باشین. ده گزینه چهارم سردار محمد اعظم خان. مطمئن هستین؟ بله. چهارم قفل کنیم؟ بله. این وقت تان به اتمام رسید. خب کرشمه جان شما بالای کدام گزینه شک داشتین؟ امیر شیرعلی خان. امیر شیرعلی خان. سوسن؟ امیر شیرعلی خان. خب شما هر دوی تایتان بالای گزینه اول شک داشتین؟ شک داشتین یا مطمئن هستین؟ 60% 60% و سحر جان در دقیقه آخر سردار محمد اعظم خان را انتخاب کردن. چطور یک دفعه تصمیم دعوت شد با گروه برخلاف شدی؟ به خاطر که کمتون دیادم بود. خب همون گپ هست نیست کنیم یکان وقت خوارا برخلاف میشن. خب اما خیر باشه با هم میبینیم. بله کاملا درست سحر تصمیم بجا گرفتی، 20 امتیاز را از آن خود ساختی با یک شکی که کرشمه و سوسن داشت. اگر این امتیازاتون صفر باقی میمان. بسیار عالی. حالا هم میریم طرف تیم مقابلشان، تیم رحمانی. لبنا جان آماده هستین؟ بله. دقت داشته باشین در جریان 30 ثانیه حتما پاسخ درست را پیدا کنیم و بر ما بگوین. درست است؟ بریم طرف اولین سوال. احمد شاه بابا در اوایل سال 1750 میلادی به کجا سفر کرد؟ گزینه اول لاهور، گزینه دوم نیشابور، گزینه سوم هیچ کدام و گزینه چهارم سند. با هم مشورت داشته باشین، 30 ثانیه فرصت خیلی زیادی هست. ثانیه های تا نیم شده هنوز، یعنی شما 10 ثانیه دیگر تقریبا فرصت دارین. گزینه دوم نیشابور. مطمئن هستین؟ کدامتان؟ 70% هسته تایتان هم نظر هستین؟ قفل کنیم گزینه را؟ بله. وقت شما به اتمام رسید و گزینه را قفل میکنیم. آیا نیشابور جواب درست هست یا خیر؟ بله کاملا درست. بسیار عالی، شما در اولین سوال تانستین که 20 امتیاز را از آن خود بسازین. بسیار عالی بود. همین قسم با هم مشورت کنین و کنترل بسیار خوب بالای زمان هم داشتین، چون فقط 5 ثانیه فرصت مونده شما جواب درست بر ما گفتین. بریم طرف سوال بعدی. امیر شیرعلی خان با شکست کی به بار دوم قدرت را به دست گرفت؟ گزینه اول سلطان محمود خان، گزینه دوم امیر محمد یعقوب خان، گزینه سوم سردار محمد اعظم خان و گزینه چهارم امیر حبیب الله خان. دو طرف محمود به قدرت رسید. دقت کنین کدام تا بیشتر معلومات دارین در این مورد؟ مضمون تاریخ یکم مضمون مغلق است. بعضی وقتا رو ما به هم شباهت دارن. چار سه سردار محمد اعظم خان. دو یک سردار محمد اعظم خان رو انتخاب کردین. کدام تا بیشتر تاکید داشتین؟ مسکا جان فقط هم خواهد که من صدایتان شنیدم گفتین که به بار دوم که به قدرت رسید. معلومات داشتین؟ فکر کنم امیر محمد یعقوب خان است به نظر. یعقوب خان و شما اعظم خان رو انتخاب کردید. سارا خودت چی میگی؟ من با لبنا موافق هستم. با لبنا یا مسکا؟ با لبنا. خب پس بسیار خوب میریم با هم میبینیم جواب کدام درست هست؟ بسیار عالی، سردار محمد اعظم خان جواب درست بود و مصطفی جان خوب شد که گزینه خودت گفت انتخاب نکردن. این نال علا و بلا در گردن خودت بود. خب دوستان عزیز، در مرحله اول مجموع امتیازات تیم رحمانی 40 امتیاز و همچنان تیم مقابلشان تیم صمدی 20 امتیاز هست که با تفاوت 20 امتیاز رسیدن به مرحله دوم برنامه. حالا هم میریم با هم یک جا یک وقت خیلی کوتاه میگیریم و برمیگردیم. ما منتظر برگشتم عزیزان. جهان سپاس از همراهی شما دوستای که تایید دهنده برنامه ویکتور آزمون بودید و حالا هم میرسیم به مرحله دوم برنامه که کمی سوالات و همچنان کمی مرحله جدیدتر و حساستر میشه. به خاطر که در مرحله اول هر اشتراک کننده ما 30 ثانیه فرصت داشتن، اما در مرحله دوم فقط 15 ثانیه فرصت دارن و هر سوال 15 امتیاز داره و
در مرحله اول سوالات 4 گزینه‌ای بود، اما در مرحله دوم سوالاتی است که فقط یک جواب داره و اشتراک کننده های ما با هم مشورت میکنن و فکر میکنن جواب درست را بر ما ارائه میکنن. اما قبل از اینکه مرحله دوم برنامه خود را با تیم رحمانی آغاز کنیم، تشکری خاص می‌داشته باشیم از انرژی وکتور. با نوشیدن انرژی وکتور هر بازی را به پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی وکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید. و همچنان تشکر از شما دوستانی که در تالار هستین و با تشویقاتون ما را انرژی میبخشین تا یک برنامه خوب را تقدیم هموطنان عزیز ما کنیم. پس حالا هم تشویق کنین تیم رحمانی را و آغاز بکنیم مرحله دوم برنامه خود را. لبنان، مسکو و سارا، آماده هستین؟ بله. خب، مرحله دوم برنامه کمی جدی‌تر و سخت‌تر شده. شما 15 ثانیه فرصت دارین و همچنان گزینه ای نیست که از او استفاده کنید، فقط باید فکر کنید جواب درست شما بر ما بگوید. درست است؟ ببینیم طرف اولین سوال. کتاب در لغت به معنی چیست؟ با هم مشورت کنیم معنی کتاب را بر ما بگوید. چهار، سه، به معنی دانش. دو، یک. کتاب به معنی دانش. میریم با هم میبینیم آیا کتاب معنی لغوی و یا هم در لغت به معنی دانش هست یا خیر. متاسفانه اشتباه هست. کتاب به معنی نوشتن هست. اگر هم میبینیم کتاب مجموعی از نوشته ها هست که نوشته هست و ما میخوانیم. روزانه چقدر مطالعه داری لبنا؟ اگه بجز از درس هایی که مصروف شستم تقریبا 3 ساعت مطالعه میکنین. بله. بیشتر کتابای آموزشی میخوانین یا با مثلا طنز، رمان یا کتابای دیگر علاقه دارین؟ یک چند دانه رمان هم مطالعه کردیم. ادبالویش دوزارم بسیار تاریخ بخونم و همچنان بعضی کتابای روانشناسی. بسیار عالی. مسکو جان شما؟ خب من فعلا مصروف درس هستم. به مطالعه نمیتونم. خود درس خواندن هم مطالعه است دیگه. فقط من خب از جایی که شما مرکز آموزشی انگلیسی میخونیم به خاطر مطالعه بیرونی ندارم. خب بسیار عالی. و سارا جان شما؟ من مطالعه رو زیاد دوست دارم و میکنم مطالعه بیشتر. خب بسیار خوب، انشالله موفق باشیم. بریم طرف سوال بعدی. خداوند جل جلاله به پیامبرانش به چند طریقه وحی کرده است؟ معلومات دارید؟ بله. بشه بگویم بر ما معلومات پیدا کنیم. اولی که به طریق الهام و خواب و دومی که یعنی جبرائیل علیه السلام مفرستاد و یا هم یکی دیگهش فراموشم شده. فقط میفهمیم که 3 طریق. بله. وقتی شما به اتمام رسیده با هم میبینیم آیا به 3 طریق جواب درست هست یا خیر. بله کاملا درست. بسیار عالی و شما تانستین در این مرحله 15 امتیاز را از آن خود بسازین. خیر باشه. هنوز هم فرصت هست و شما 15 امتیاز در این مرحله از آن خود ساختیم. بسیار عالی بود. تشویق شان کنیم. بریم طرف تیم مقابل، تیم صمدی. آماده هستین؟ بله. دقت زیاد داشته باشین چون کم تفاوت امتیازها بین شما هست. درست است؟ بریم طرف اولین سوال در مرحله دوم از تیم صمدی. اسمت در لغت به معنی چیست؟ با هم مشورت کنیم. فقط بر ما بگوین که در لغت اسمت به معنای چی هست؟ به معنای پاکی. مطمئن هستین؟ پاک بودن. بله. کدام تان بیشتر؟ سوسن جان. خب پس قفل میکنیم جوابتون. وقتتان هم به اتمام رسید. آیا اسمت در لغت به معنی پاکی هست یا خیر؟ با هم میبینیم. متاسفانه اشتباه هست. اسمت در لغت به معنی حفظ و نگهداری هست. و فکر کنم سوسن جان کمی اشتباه کردن. خب خیر باشه. بریم طرف سوال بعدی. دقت زیاد داشته باشین چون اگر این سوال رو هم شما پاسخ بدین 500 امتیاز رو از آن خود میسازین. درست است؟ حکم ایمان به وحی چیست؟ ایمان داشتن به وحی حکمش چیست؟ چهار، سه، دو، یک. فرض. کاش همین کم وقت‌تر میگفتین سحر جان، شاید جواب درست میبود. وقت شما فکر کنم 1 ثانیه مانده بود. در ثانیه آخر شما بر ما گفتین که جواب درست فرض هست. با هم میبینیم.
بله کاملا درست، بسیار عالی. من فکر می‌کنم تایم شما به اتمام رسیدن. اتاق فرمان گفتن که هنوز تایم شما مانده به فقط یک ثانیه، اما کوشش کنین که زودتر برام پاسخ بدین اگه جواب درست هم میفهمیدین. خب بسیار عالی، شما تونستین 15 امتیاز از آن خود بسازین. حالا هم بریم طرف مجموعه امتیازات. تیم صمدی تونستن که 35 امتیاز از آن خود بسازن و همچنان تیم مقابلشان تیم رحمانی تونستن که 55 امتیاز را از آن خود بسازن. مرحله سوم برنامه یک مرحله خیلی حساس هست. ببینیم کدام تیم میتونن که برنده شون برسن به مرحله نهایی و کدام تیم هم قرار است حذف شون از برنامه. اما قبل از همه یک دمی کوتاه. یکی از راه‌هایی که ما میتونیم همیشه موفق باشیم در قدم نخست دور کردن استرس و هیجان هست. اگر در این مرحله هر دو گروه بتونن که استرس خود را دور بسازن و هیجان نداشته باشن، گرچه که برنامه پر از هیجان و پر از استرس هست، میتونن که بیشتر تمرکز کنن و برنده شوند. برشان توصیه میکنم که بیشتر دقت و تمرکز بالای سوالات داشته باشین، چون مرحله خیلی حساس هست. و شما دختر خانم که این لحظه بیننده برنامه وکتور آزمون هستین، ما منتظر شما هستیم. اگر میخواین که برنده بعدی برنامه وکتور آزمون شما باشین، همین لحظه میتونین با شما تماس که روی پرده های تلویزیونتون میبینین شما زنگ بزنین و یا هم پیام بگذارین و خود را ثبت نام بسازین. شماره واتساپ هست، میتونین که در شماره پیام بگذارین، نامتون رو بگوین، درجه تحصیلتون رو بگوین و همچنان بر ما بگوین که با کی میخواین در برنامه اشتراک داشته باشین. ما دوباره با شما تماس میگیریم و شما رو دعوت میسازیم به برنامه وکتور آزمون. حالا هم آغاز میکنیم مرحله سوم برنامه را با تیم صمدی که سوالات صحیح و غلط هست. هر سوال ما 15 ثانیه فرصت داره و 15 امتیاز داره. تشویقشان کنین دوستان که مرحله سوم برنامه را آغاز کنین. سهر، سوسن و کرشمه عزیز، دقت زیاد داشته باشین، فقط صحیح یا غلط یک گزینه بر ما انتخاب کنین. درست است؟ بریم طرف اولین سوال. در انسان ها دو نوع دندان نمو می کند، صحیح یا غلط؟ بله؟ آیا در انسان ها دو نوع دندان نمو می کند یا خیر؟ صحیح یا غلط؟ صحیح. چار، سه، صحیح. دو، یک. گزینه صحیح را ما قفل میکنیم و با هم میبینیم آیا جواب درست هست یا خیر. بله، بسیار عالی، خیلی خوب پاسخ دادید. و اگر آماده باشیم بریم طرف سوال بعدی، دقت زیاد داشته باشیم، چون اگر این سوال را شما پاسخ درست بدین، امکان به این هست که اگر تیم مقابلتان اشتباهی داشته باشه شما برنده شوید. بریم طرف سوال. یک دوره حاملگی تقریبا 50 هفته طول میکشد، صحیح یا غلط؟ غلط. غلط. مطمئن هستین؟ چند هفته طول میکشد؟ 40 هفته. مطمئن هستین؟ 42 هفته. قفل کنین؟ بله. قفل شد؟ مطمئن؟ 3، 2، 1 و جواب قفل شد. با هم میبینیم. بله کاملا درست، تقریبا از 40 هفته تا 42 یا 45 هم امکان داره که طول بکشه، اما با 50 هفته نمیرسه. خب بسیار عالی. و حالا هم بریم طرف تیم مقابلشان، تیم رحمانی رو هم تشویق کنید. لبنا، مسکا و سارا، خیلی دقت کنین، مرحله حساس است و تیم مقابلتان 3 امتیاز رو در این مرحله از آن خود ساختن. بریم طرف اولین سوال. هر دندان از دو قسمت تشکیل شده است، صحیح یا غلط؟ دندان های ما یا از دو بخش تشکیل شده یا از دو قسمت یا خیر؟ 3، 2، 1 مطمئن هستین؟ 50%. 50%. بریم با هم میبینیم آیا جواب درست هست یا خیر؟ بله کاملا درست. هر دندان از 3 قسمت تشکیل شده که تاج دندان هست، گردن دندان هست و ریشه دندان هست، که ریشه بعضی از دندان ها خیلی محکم هم می باشن. خب میریم طرف سوال بعدی، دقت زیاد داشته باشین، آخرین سوال هست در برنامه امشب و سرنوشت سازترین سوال. دکترها بیشتر برای دیدن جنین در داخل رحم مادر از سونوگرافی استفاده می کنن، صحیح یا غلط؟ صحیح. مطمئن هستین؟ بله. قفل کنیم؟ بله. آخرین سوال و حساس‌ترین سوال هست. بله. جواب را قفل میکنیم و میریم با هم میبینیم آیا جواب درست هست یا خیر. بله کاملا درست،
و هر مادری که باردار هست نیاز هست که به خاطر ماینات حداقل ماهی یک بار به سونوگرافی برن و از سلامت طفل و سالم بودن طفل مطمئن شون که مشکلی نیست و میتونن به دوره بارداری خود ادامه بدن. بسیار عالی. و حالا هم میریم طرف مجموع امتیازات هر دو گروه. تیم رحمانی تانستن که در مجموع 85 امتیاز را از آن خود بسازن. تشویقشان کنین دوستان. بسیار عالی و خیلی خوب پیش رفتن. فقط یک سوال من تانستن که در برنامه درست پاسخ بدن بر ما. و همچنان تیم مقابلشان، تیم رحمانی، 65 امتیاز را از آن خود ساختن. تشویقشان کنین دوستان. بسیار عالی بودن، خیلی خوب درخشیدن در برنامه. تفاوت امتیازاتشان خیلی زیاد نیست، اما تیمی که برنده شدن و تانستن به مرحله نهایی راه پیدا کنن تیم رحمانی هست. موفق باشین، تبریکتان باشن لبنای عزیز، مصطفی و سارا. انشالله همیشه موفق و کامگار باشین. منتظرتان هستیم در برنامه فاینال. و همچنان یک تشکری خاص میکنیم از سحر، سوسن و کرشمه جان. تشکر از که در برنامه تشریف آوردین، همیشه موفق باشین. برنامه هست و روال برنامه هست که فقط یک تیم برسن به مرحله نهایی. اگر نه شما هم خیلی خوب درخشیدین در برنامه. سلامت باشین. گفتنی دارین سحر جان بر دوستای ما؟ گفتنی خاص ندارم، فقط همیشه همین طبقه اوناس کوشش کنن موفقیت را جستجو کنن. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. هر یک در برنامه تشریف آوردین. و جهان سپاس از انرژی وکتور. با نوشیدن انرژی وکتور هر بازی را با پیروزی تبدیل کنید و مثل ستارگان بدرخشید. انرژی وکتور بنوشید و پیروزی را از آن خود بسازید. جهان سپاس از انرژی وکتور که حامی مالی برنامه وکتور آزمون هستند، از دو گروهی که امشب در برنامه بودن. و شما عزیزانی که در تالار تشریف آوردین، جهان سپاس از تک تک شما دوستان. تشکر از شما بیننده های عزیزی که تاییدن برنامه وکتور آزمون را بیننده بودین و ما را همراهی کردین. اگر نتونستین برنامه را به صورت مکمل تماشا کنین، میتونین از طریق کانال یوتیوب هم بیننده باشین. تا برنامه بعد دیدار بعد، خداحافظ.